بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس از آیه 30 به بعد دیگه. خب بحث جلسه گذشته درباره شریکان بود، شرکا، کسانی که انسان‌ها در کنار خدا از اونها حاجت می طلبن. شرکا همون شرکت دیگه. خدا شرکت سهامی نیست که یه درصدی خدا باشه بعد سهامی هم پیامبران و امامان و خود انسان و مخیشاش و سلاطین و جباران و دیگه هم داشته باشن. خدا شریک نداره، یعنی هرچی هست خداست دیگه. کسانی که انسانها در مشکلات روزگار به اونا پناه میبرن، از اونا حاجت میطلبن، اینا میشه شریک دیگه. یعنی چون خدا همه جا هست، هیچ جا نیست، ظاهر باطن دسترسی بهش نیست، همیشه بندگان خدا بزرگ میشن، خدا رو قبول دارن دینداران، ولی عمدتاً زندگیشون با مقدسین و برحال بزرگانیست که داشتن، فکر میکنن که اونا واسطه هستن. این همه دعاهایی که میخونن تو ایران هم روزای دوشنبه به خصوص، دعای توسل برای چیه؟ میگن ما روسیا هستیم، ما رو که راه نمیدن پیش خدا، شما حاجات ما رو برین بگیرین دیگه. یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. این نه در قرآن هست این دعا، نه از پیامبر نقل شده، نه از هیچ یک از امامان. کتاب مفاتیح الجنان هستش که مرحوم قومی میگه من اینو در بعضی از کتابا یافتم این دعا رو. تو کدوم کتابا؟ کی گفته این دعا رو؟ ولی خب چون مردم تو 14 تا پارتی مطرح میشه که حاجات ما رو باید برن بگیرن، خب فکر میکنن که این خیلی مهمه دیگه، از قرآن مهمتره دیگه. و اینم نیست که متوسل به اونا بشیم برای اینکه از اون بزرگان، از اون پرچمداران توحید درس بگیریم، اینه که حاجات ما رو برید بگیرید، یعنی خواسته های مادی دنیایی است، یا مریض داریم یا گرفتاری داریم، یعنی استخدام اونا برای حاجات پایین مادی خود، نه رفتن تو راهی که اونا رفتن. این آیات عمدتاً از این شرکا داره صحبت میکنه. حالا زمان ما به گونه ایست، زمان پیامبرم به گونه دیگه بوده. بارها عرض کردم که معاصرین پیامبر اسلام همه به خدا اعتقاد داشتن، اصلا مشکلی درباره خدا نبوده. بارها تو قرآن اومده اگه ازشون سوال بکنید کی شما رو آفریده، حتما میگن خدا. اگه سوال بکنی کی شما رو رزق و روزی میده، حتما میگن خدا. بارها تو قرآن اومده. رو تعصب دینی خودشون با پیامبر و مسلمان ها مقابله می کردن. تعصبات رو همون خرافات و رو اون دیدگاه هایی که درباره خدا داشتن. خدا رو قبول داشتن، خالق خودشون می دونستن، ولی می گفتن ما که با خدا دسترسی نداریم، ما از طریق بت ها که نماد فرشتگانن و فرشتگان هم دخترای خداست، با این شفیعان به خدا تقرب می جوییم. که بارها من اینو تکرار کردم، ولی چون قرآن از بس این مسئله مهمه و در سوره های متعدد آورده، بنده مجبورم باز تکرار بکنم، چون به هر حال این عرایزم ثبت و ضبط میشه و ممکنه کسانی هم تو این جلسه باشن که بار نخست باشه که آمدن. به هر حال چون قرآن اینا رو میگه منم تکرار میکنم، گرچه برای بعضی از شما ممکنه ملالت آور باشه. آیات امروز سوالاتیست از همونها، همین آدم ها. عرض کردم این سوره مثل سوره انعام جنبه جدلی داره، جنبه پولیمیک داره، و بیش از همه سوره ها میگه بگو. یکی سوره انعامه، فکر کنم 44 بار یه هم چیزی اگه اشتباه نکنم. یکی هم تو این سوره است که هیچ سوره قرآن مثل این حالت مثلا جدلی و حالت ایدئولوژی نداره. اونا اینو میگن اینو بگو، اونا این پاسخو میدن. دائما یک مناظره است، یک در واقع دیسکاشن بین پیامبر و مشرکین.
قل من یرزقکم من السماء والارض، پیامبر ازشون بپرس که کی از آسمان ها و زمین روزی شما رو میده؟ بفرمایید که روزی شما از کجاست؟ آسمان ها، خورشید، نورش، گرماش، همه انرژی ها از آسمان داره میاد دیگه، باران هم از آسمان میاد، زمینم که همون خاک حاصل خیز زمینه، پس رزق ما از زمین و آسمان میاد، کی این رزق رو آورده؟ ازشون بپرس. قل من یرزقکم من السماء والارض، پاسخ که مشخصه، اونا تردید نداشتن که همون اللهه. امن یملک السمع والابصار، سوال دوم، کی این گوش و چشم رو، این دیدگان شما رو فرمان روایی میکنه؟ مالک، نه اینکه صاحبه، خب خدا صاحب هست، ولی ملک یعنی پادشاه دیگه، تملک تنها مالک چیزی بودن نیست، یعنی گرداندن. ما یه چیزی میبینیم یا یه چیزی میشنویم، این تصویری است که در مغز ما تفسیر میشه، امواجی به گوشمون میخوره و این استخوان‌های چکشی و سندانی و رکابی میگیره، تشدید میکنه، بارها عرض کردم به گوش میانی که مایع میرسونه، او تشدید میکنه، میره گوش درونی، پورت‌های بسیار ظریف و چندین میلیون هست میگیرن، یه فرکانس به اصطلاح الکتریسیته سب ضعیف ایجاد میشه، این میره مغز، مغز تفسیر میکنه که این سخن رو، این سخن کیه اینی که شنیدی. ما همه یه جور عمل میکنیم، ولی حنجرمون، ارتعاشی که به فضا میده، با هم تماما فرق داره. دو تا همصدا تو دنیا 100% مثل هم باشن که نیستن. خب کی اینو به کار انداخته که این دستگاه رو؟ چشمم همینطور، وقتی میبینیم 100 جور کار انجام میشه که آخر مغز این رو تفسیر میکنه که این که دیدی، این تفسیر، تفسیر کیه؟ تازه وارونم میفته در پشت چشم. پس یه کارخونه عظیمه، کی داره میگردونه این کارخونه رو؟ ما که نقشی نداریم، ما فقط نتیجهش رو میبینیم. میگه کی داره میگردونه؟ شما همه مغرور به این دانشتون هستین، اون چی که دیدین، خوندین و اون چی که دیگران شنیدین، خدا رو هم منکر هستید با این داده های علمیتون، ادعا میکنین که عقلانیت خودکفا، خودمحور، خودمونیم. کی داده اینو بهتون؟ با همین چیزی که خدا داده دارین سازندش رو انکار میکنین؟ این سوال دوم. سوال سوم، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کی این چرخش دائمی مرگ و حیات رو داره ادامه میده؟ یخرج الحی من المیت، زنده رو از مرده بیرون میاره، مرده یعنی خاک مرده، زمین مرده، از درونش گیاه سبز میشه، یه موجود زنده است، حیوانات به وجود میان، ما غذایی که میخوریم دارای فرزند میشیم، نطفه از کجا به وجود آمده؟ از مواد بیجان، مواد مرده، موجود زنده پدید آمده. و دائما موجودات زنده هم، ما هر 2 هفته یه بار تمام پوست بدنمون سلولاش میمیره، 2 هفته یه بار ما لباس نو میپوشیم، پوست نو کجا میرن؟ از موجود زنده مرتب میره در طبیعت دیگه، 2 مرتبه از این مواد ساخته میشه. کی این نظام دائمی خلقت رو، حیات مجدد رو داره اداره میکنه؟ سوم، و من یدبر الامر، کی داره میگردونه؟ امر یعنی امور، امور جهان رو کی داره تدبیر میکنه؟ مدیر این سیستم کیه؟ حالا خیلی ها دارن انکار میکنن، به خصوص تو زمان ما که بی خدایی خیلی معموله، طبیعت خود به خود به وجود آمده، بیگ بنگی بوده و یه جا آغاز شده و علوم هم داره نشون میده پله پله که چه اتفاقاتی افتاد. از البته اون لحظات اول و همش تئوریه، ولی بعدها خب یه محاسباتی کردن که نور کی به وجود آمد، به هر حال هست آثارش هنوز در فضا، اون امواج هست. خب قبلش چی؟ حالا معتقدن به بیگ بنگ های متعدد، هزاران میلیون ها بیگ بنگ وجود داره، همش تئوریه. میگن اینا رو همه رو جاذبه کرده، ماده کرده. خب کی داره میگردونه اینو؟ خود به خود همینطوری پدید میاد؟
کی داره این کارخونه عظیم رو حیرت آور داره میگردونه؟ 4 تا سواله. فسیقولن الله، حتما میگن الله، تردید نداره. س یعنی به زودی، یعنی بیدرنگه، این چیزی نیست که بذار فکر کنیم حالا بپرسیم بخونیم، نه، بیدرنگ پاسخ میدن الله، برای اینکه به الله معتقد بودن. فقل افلا تتقون، خب ازشون بپرس پس چرا پروا نمی کنید؟ تقوا یعنی از یه چیزی دست برداشتن، سلف کنترل. شما که قبول دارین رزقتون رو خدا فرستاده، قبول دارین که این چشم و گوشتون رو او داره میگردونه، او فرمان رواست، قبول دارین که مرگ و حیات به دست اونه، قبول دارین همه کارا به دست اونه، پس چرا میرین سراغ کسانی دیگه؟ حالا اون موقع سراغ بوتا میرفتن، حالا سراغ کجا میرن؟ سراغ ارواح مقدسین، همه اونا که بهترین موحدین، پرچمداران توحید بودن در زندگیشون، ما استفاده شرکامیز از اونا میکنیم. حتما دیگه خوندین و باران بنده اشاره کردم، ما قبل از انقلاب چند تا امامزاده داشتیم؟ 3300-400 تا، حالا 30,000 خورده ای، آماریست که خود اوقاف منتشر کرده، 30,000 36,000 یه همچیزی. خوندین حتما این از کجا اومده این امامزاده ها؟ مردم اون وقت چیکار میکنن با این امامزاده ها؟ دیدین گونی گونی از اون تو پول میارن آخر سال که میشمرن؟ این مردم پولا رو برای چی میریزن اون تو؟ کیا میخورن اینو؟ این میرسه به اون امامزاده، امامزاده قلقلی، امامزاده نمیدونم بیژن. دیدین خوندین که اسامیشونه؟ برای چی مردم پول میریزن؟ برای اینکه مریضشون شفا پیدا بکنه، برای اینکه بدهی که دارن بدهیشون رو یه جایی برسونه. اون یعنی خدای حی و حاضر که ما این خصوصیات میگم بل کردیم به کیا؟ به امامزاده ها. این همه نزورات، این همه خرج ها، شما میدونید که موقوفات امام رضا در آستان قدس رضوی چقدره؟ از شهرهای مختلف ایران زمین و باغ و ملک و دهات و روستا، چقدر بنزی کشور موقوفات است. مردمی که موقوفات کردن، من نیویورکم هست، بله، این پولا کجا میره؟ فکر میکنی این پولا میدونی چقدر بخش عظیم استان خراسان جز زمین های موقوف هست؟ آیا اینا صرف اون اهداف توحیدی که امام رضا که وقتی ایران آمدن گفتن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، کلمه توحید اون قلعه حفاظت خداست، حالا چه به اون میراث عظیم اخلاقی و دینی آوردیم ما؟ اینا اشکالاش از کجا؟ فکر اینا همه چیزایی که ما میخونیم فکر میکنیم مال دوران پیامبر مشرکین. ما چیکار میکنیم؟ شل زرد نظری، آش نظری، سمنو نظری، اسامی این بزرگانم روش با دارچین مینویسیم. بابا رزق خدا داده، برای چی؟ برای اینکه اونا برن حاجات مادی دنیاییمونو بگیرن. کاشکی که این کاره میکردیم که به اخلاق و رفتار و شخصیت اونا نزدیک بشیم. این پولای موقوفات صرف اصلا آموزش مردمه که میرن به زیارت نسبت به معارف توحیدی امام رضا میشه؟ نمیدونیم چی کار میکنه این خیلی. حالا از امامزاده ها عجیبتر این زریح های سیار، سالها زحمت بکشن، ده ها کیلو طلا، صد ها کیلو نقره، چقدر طراحی، چقدر ساخت، چقدر هنر یه زریحی بسازن، یواش یواش با سرعت مورچه تو شهرها را بندازن، مردم دهات و روستا و شهرها بیان بهش نخ ببندن، نمیدونم هزار جور خواسته هاشونو. قرن 21 در هزاره 30 هزاره 3 ما هنوز چسبیدیم به یک چیز طلا و نقره و حاجاتمون از ایران میخواییم بگیریم. خیلی دور شدیم از 1400 سال پیش. بریم تو چای جمکران حاجاتمونو بریزیم که چی؟ که یک کسی خواب دیده، یه روستایی تو خواب دیده امام زمان رو، که حالا اونی که خواب دیده تو خونه اون که مسجدی ساختن، اینا برن حاجاتمونو بگیرن. خدای حی و حاضر، خدای سمیع و بصیر فراموش میشه، ما
چسبیدیم و فکر میکنیم که ملت نمیدونم ناب محمدی، اسلام ناب محمدی تو دنیا بی نظیریم، فقط ما به بهشت میریم. یعنی میخوام عرض کنم که اینا چیزای قدیم نیست که داریم میخونیم. قرآن نگفته که تاریخچه بخونین که اونا چجوری فکر میکردن، ببینیم ما چگونه الان داریم زندگی میکنیم. تازه تو امریکاش هم مسیحی‌ها از خدا میطلبن یا صلیب میکشن، از عیسی میخوان. عشق عیسی تو دلت اگر باشه حاجاتت برآورده میشه، نجات پیدا میکنی، شفا پیدا میکنی. او خودش خداست که تجسم پیدا کرده آمده، یا میگم پسر خداست یا خود خداست، تجسم بشری خداست. فقل افلا تتقون، بهشون بگو آخه دست بر نمیدارید، آخه کوتا نمیایین از این شیوه های شرک‌آمیز. فذلکم الله ربکم الحق، این اللهی که قبولش دارید این ربتون همونه. رب یعنی ارباب، یعنی صاحب اختیار، یعنی باس. شما فقط قبول دارید یه خدایی هست، یه خالقی، کاری باش ندارین، با اون خدا زندگی نمی کنید. زندگیتون با ابو سفیان ها و ابو جهل ها اون موقع بوده، حالا زندگی ما با کیاست؟ زندگی دینداران امروز تو دنیا با کیه؟ یا پشت دیوار نطبه است که ای خودشونو تکون میدن، حاجاتشونو میخوان، یا مسیحا با اون حالت، یا ما دیگه بدتر از اونا، شرک‌آمیزتر از اونا. میگه همون الله ارباب شماست. ارباب یعنی کسی که صاحب اختیاره دیگه. ارباب در معنای فارسیش کیه؟ ارباب یده، یعنی او صاحب اختیاره دیگه. او تنبیه میکنه، او تشویق میکنه، همه کاره دنیا. رب یعنی صاحب اختیار، یعنی گرداننده. شما فقط قبول دارید، اعتقاد دارید. کجای قرآن گفته که به خدا باید اعتقاد داشته باشی؟ یه بار خوندین که گفته به خدا باید اعتقاد داشته باشی؟ اعتقاد یه عنوان فلسفیه که از یونان گرفته شده، فیلسوفای یونان. هیچ قرآن نگفته اعتقاد یعنی عقد گره خوردن. با خدا که گره نمیخوریم، اون عقد ازدواجه. به خدا باید ایمان آورد، باید از او خشیت داشت، امیدش انسان باید به او باشه. میگه فذلککم الله، این اللهتون ربتون هم هست. چند جا قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، اینا تو یکیه، ربوبیت، الوهیت و ملوکیت به عنوان فرمان روایی. شریعتی هم از اون میگه زر و زور و تزویر، یا مالک و ملک و ملا، یا استثمار و استعمار و استهمار، خر کردن مردم، یا تیغ و طلا و تسبیح. این سه اغنومه، سه مثلثی است که خدا پرستی تو این سه مثلث معنا پیدا میکنه. نه اینکه فقط قبول داریم خدا هست، فقط خدا هست چه چیزی رو حل میکنه. یه دیبیتی همین یکی دو هفته پیش تو تلویزیون ها بود، یه طرف که به عنوان فیزیکدان آمده بود منکر خدا بود، اون یکی هم میگفت من به خدای ادیان که اعتقاد ندارم، باید یه خدای فرضی رو میخواد اثبات بکنه. خدا چه نقشی داره؟ فقط این که باید یه باوری داشت به یه چیزی، به یه کسی. فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. بعد از حق جز زلال یعنی گمراهی دیگه چیه؟ یعنی میگه خودتون که قبول دارید همه اینها از یه جا داره میاد، هر چی میخواین اسمشو بذارید، بذارید قانون جاذبه، اصلا بالاخره رزق از یه جا داره میاد دیگه. این رزق و روزی رو قانون جاذبه ساخته. خیلی خب، قانون جاذبه ساخته، مرگ و حیات هم دست قانون جاذبه یا هر قانون دیگه‌ای که هست حالا دارید میگید، حالا کار نداریم. جهان رو همین قانون داره اداره میکنه، گوش و چشم ما رو هم همین قوانین جاذبه است. این ادعاهایی که میکنن خیلی خوب، اگه قانون جاذبه چرا میرین سراغ یه اشخاص دیگه؟ چرا هزار جور توسل به چپ و راست پیدا میکنید؟ یک قانون در دنیاست. اما ازا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. آخه کجا دارید میرید؟ تصرفون از انصراف دیگه، یعنی شما از حق و حقیقت منصرف شدید، کجا دارید میرید؟ یعنی سؤاله که خب وقتی خدا رو که همه اینایی که قبول دارید، شما همه اینایی که خودتون پذیرفتید، پس کجا دارید میرید دیگه؟ چی هستش این بوتا؟ آخه چی داره؟
حالا تو سال زمان ما هم از اونا که دنیا رفتن، بارها عرض کردم اونا زمان حیاتشونم اگه ازشون میخواستیم که مریضتون رو شفا بده نمیتونستن. خود حضرت علی هم وقتی که ضربه خوردن رفتن یه پزشک یهودی آوردن. خود پیامبران هم با بیماری دنیا رفتن. اونا هیچ کدوم پزشک دردهای جسمی مردم نبودن، اونا پزشکان اخلاق و روح و روان و ایمان ما بودن. حالا ما اونا رو استفاده پزشک و مؤسسه یا نمیدونم کاریابی و بانک رهنی و امثال اینا فرضشون کردیم. کجا داریم میریم؟ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. این چنین تحقق یافته کلام پروردگارت علی الذین فسقوا. فسق یعنی از قواعد و قوانین و اصول شریعت بیرون رفتن. ما فکر کنیم فاسقین یه دو آدم های فاسق، مثلا آدم های فاسد مثلا تو روابط جنسی هستن. فاسق یعنی کسی که از این حریم، از این حدود توحید خارج میشه دیگه. میگه کلام پروردگار تحقق یافته، یعنی گمراه شده. یعنی اینی که از حق و حقیقت، از خداپرستی خالص دور بشی، گرفتار خرافات میشی و گرفتار اوهام میشی و ذهنیات میشی، این تحقق یافته دیگه. تو نرفتی سراغ راه مستقیم، گرفتار میشی اسیر و عبد و عبید یک سلسله موهومات. انه هم لا یؤمنون، ایمانم نمیارن. امروز یه ایمیلی بنده داشتم، یکی هم نمیشناسیم، بعضی هم ایمیل میفرستن، نوشته بود آره یک کسی از اینا که این مسائل قرآنی را از شما شنیده بود با یه نفر دیگه تو ایران بود ایمیل، اینا با هم بحثشون، بحث هر دور که مکتوب بود برای منم فرستاده بودن تو فیسبوک برای هم دیگه. اون یکی نوشته بود که، یعنی اون کسی که از این به سر ولایتی هست تو ایران، نوشته بود که ما چون به قرآن نپرداختیم، یعنی خالی شده، خلأ به وجود آمده، فرصت طلبایی مثل فلانی اینا، اونا حالا به قرآن پرداختن و ما هم جوابشو نمیدونیم بدیم. یعنی اظهار تأسف که چرا ما قرآن رو مثلا ترک کردیم، یه عده‌ای که نااهلن حالا مثلا شدن متخصص قرآن. خب بسم الله بفرمایید، الحمدلله، شما بفرمایید قرآن رو یاد بگیرید، اون وقت توبه خواهید کرد از همه این حرفا و این تصوراتی که دارید. حالا چون تو اون اندیشه هستن، فکر میکنن که 100% اندیشه خودشون درسته. اگه یه کسی هم آیت قرآن بگه، چون اشخاص رو قبول ندارن، میگن آه اینا متاسفانه حالا اینا اومدن میدون دار شدن دیگه، ما گذاشتیم قرآن کنار، دیگران از قرآن میگه. یعنی مسلم میدونن که اگه قرآنم بخونن حرفای فعلیشون رو تایید میکنه، بی خبرن که یه خط قرمز شرک روی همه این ولایت پرستی های فقاهت نمیدونم مطلقه و اینا خواهند کشید بعدن خودشون. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. پیامبر ازشون سوال بکن، این شرکایی که گرفتید، حالا اونا بت یا فرشته یا پیامبر یا امامان، هر کی، مقدس ترین آدما رو فرض بکنید که انسان ها شریک میگیرن، اینا کدومشون آفریدن؟ یبدأ الخلق، البته در پنجره آدما خلق میکنن، میسازن. کی آغاز کرده آفرینش؟ یعنی ابتکار عمل، طرح آفرینش رو او داده و بعد برمیگردونه. خدا در طبیعت، هر بهاران طبیعت رو داره زنده میکنه، یا ما میمیریم نسل بعد همینجوری به وجود میاد. اونا این کارو میکنن؟ کسی کرده؟ قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. بگو خداست که این کارو میکنه، آغاز میکنه آفرینش رو برمیگردونه. پاسخ اونجا نیمده، برای اینکه پاسخ مسلمه. مثل این که بگیم که فرض کنید در روز که آفتاب هم همه دارن میرن، الان شبه یا روزه دیگه، سب نمی کنیم اون بگه روزه، چون این که معلومه پاسو، میگیم شبه یا روزه. خب همه جا پس روشنه که داری میبینی، پس چرا مثلا میگه دیده نمیشه؟ به اون غیر از اینه که خداست که آغاز میکنه. فعنا تو فکون، افک یعنی وارونه، دروغ هم میگن وارونه چون یه حقیقت رو آدم میپوشنه. کجا دارید وارونه میرید؟ کجا دارید 180 درجه عوضی میرید؟
آیا این سوال امروز نیست که ما کدوم پیام نمونه پیامبر ما کسی دیگه بوده یا اهل بیت او که انقدر قرآن شناس بودن، انقدر خالص بودن، کسی مثل اونا رو داریم؟ حالا از اونا داریم چه استفاده میکنیم غیر از اینی که 180 درجه وارونه؟ اونا معلمین توحید بودن، حالا ما داریم استفاده شرکامیز میکنیم، چیزی که خودشون 100% با این کارها مخالف بودن تو زندگیشون. یه راه دیگه ای داشتن، باید به ما هم گفته بشه فنا توفکون. کجا دارید عوضی میرید؟ واژگونه اصطلاحی در تلیتون نهج البلاغه دارن، میگن شخص معکوس، مرکوس، آدمی که وارونه را بره، عقلش پایین باشه، شکم و شهواتش بالا باشه، اندیشه نکنه، آدمی که وارونه داره را میره. فنا توفکون. بازم سوال میکنه، قل هل من شرعکائکم من یهدی للحق، قل الله یهدی للحق، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. تو این آیه 5 بار واژه هدایت اومده، در هیچ آیه قرآن نیست اصلا، شاید یه دونش تو آیه 3 بار اومده، ولی تو اینجا 5 بار اومده، 4 بارم حق اومده. اینم بی نظیره در قرآن، اصلا تو این سوره کلمه حق از همه سوره های قرآن بیشتر اومده، فکر کنم 17 بار کلمه حق اومده. البته بقره 19 تاست، 2 تا بیشتره، ولی بقره حجمش 3.5 برابر این سوره است به طور نسبی حساب بکنیم. این سوره از حق، حق اون چیزی که واقعیه، راسته، نه باطل و خیال. سوال خیلی روشنیه، قل بپرس پیامبر از اینا، هل من شرکایکم، اونایی که حالا شرکت سهامی خدا و بندگان درست کردید، اون شریکان شما که سهم و 90% هم به اونا دادید، هیچ کدوم اینا به حق دعوت میکنند؟ ممکنه شما بگیم بله پیغمبر به حق دعوت میکنه، اماما به حق دعوت میکردن، بسیاری از آدم مقدسین مراجع به حق مردم دعوت میکنه. این اشتباه ماست که معنای هدایت رو با راهنمایی یکی گرفتیم، ولی هدایت راهبریه نه راهنمایی. هیچ جای قرآن به پیامبر نگفته که پیامبر میتونه هدایت بکنه، میگه انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی کسی رو که دوست داری هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هدایت میکنه. هدایت یعنی بردن به مقصود، پیامبرا راهنمایی میکنن، راهنمایی نه راهبری. پیامبر همه چی تو قرآن میگه وظیفه تو ابلاغه، ابلاغ، انذار، تبشیر، این مطالب رو به مردم ابلاغ کن، بگو اونایی که کار بد میکنن بهشون هشدار بده، انذار، اونایی کار خوب میکنن بشارت بهشون بده. نقش هدایت نداره پیامبر، این معنای هدایت رو به خصوص این آیه خوب نشون میده. قل هل من شرکائکم من یهدی للحق، قل الله یهدی للحق، بگو این الله که به جای که فعل جلو بیاد یهد الله للحق، گفته الله یهدی، وقتی که فاعل جلو میاد انحصار رو میرسونه. فقط خداست که به حق دعوت میکنه. افمن یهدی الالحق، آیا اون کسی که به حق دعوت میکنه، حق، هدایت یه بار عرض کردم معنای عربیش تو کتابم ببینیم میشه ایصال به مقصود، ایصال یعنی متصل کردن، رسوندن. شما دست یک کسی رو میگیرید میبرید، عرض کردم آدرس یه وقت از کسی میگیرید، میگه برو چپ راست بپیش 100 متر رفتی، این بهش میشه راهنمایی. یه وقت میگه بیا دنبالم، بیا سوار ماشینشو برسونمت، اینو بهش میگن هدایت. خدا میگه بیا بشین بریم، بیا بشین ننیشی، یعنی این کارها رو بکن دیگه. این کتاب هدایت برای متقین، ماشین تقواست، اگه تو ماشین تقوا نشستی میرسی، اگه تو ماشین ایمان نشستی، اگه تو ماشین احسان نشستی. یه جا میگه این کتاب هدایت برای متقین، یه جا میگه هدایت برای مؤمنین، اینجا میگه هدایت برای محسنین. با این کاراست که تو میرسی، اینا مرکبن، اینا اتومبیل هستن که تو رو به هدف میرسونن، خدا با اینا تو رو میرسونه، شخص آدمو نمیرسونه که، شخص راهنمایی میکنه.
شخص میگه تقوا خوبه، ایمان خوبه، احسان خوبه، این کارو بکن. ما فقط به هم توصیه میکنیم. آیا اون کسی که به حق رهبری میکنه احق ان یتبع؟ احق یعنی سزاوارتره که یتبع، یتبع مورد تبعیت قرار بگیره. این مهمتره که مورد تبعیت قرار بگیره. امن لا یهدی، یهدی بوده یهتدی، کسی که هدایت نمیتونه بکنه الا ان یهدا، مگر اینکه هدایت بشه. پیامبر که هدایت شده نبوده قبلا، خدا هدایتش کرده. مگه نمیگه انک لا تدری ما الکتاب ولا الایمان؟ تو اصلا چه میدونی کتاب چیه، ایمان چیه؟ ما کنت تخطو به یمینک، تو عمرت یه خط ننوشته بودی. میگه تو امی بودی، پیامبر ما رو خدا هدایتش کرده. از اون هدایت خدایی حالا به ما منعکس داره میکنه که میگه این هدایت خدا، ولی خدا میبره انسان ها رو. شما هر کسی رو ببینید، هدایت ذاتی خودش نیست. اگه هدایت نشده باشه هدایت نمیتونه بکنه. میگه کی پس باید دنبال رفت؟ آیا این ذریحا، این ذریحا آدم هدایت میکنه؟ این امامزاده ها که میریم اونا ما رو هدایت میکنن؟ دست میزنیم به این سنگای مرمر، به این گچبری ها، به این نمیدونم ذریحا، اینا چی ما رو هدایت میکنه؟ خیالمونه، تو فکرمونه، یا گفتن بهمون. از کجا میدونیم اینا میشنون اصلا؟ قرآن که میگه نمیشنون. ان الذين تدعون، اونایی که میخوانید، لا یسمعوا دعاءکم، نمیشنون خواندنتونو، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن هیچ کار نمیتونستن بکنن. آقا کسی که دنیا رفته که دیگه چیزی نداره، ابزاری که بخواد بیاد برای ما کار بکنه. بعدم میگن روحشون دیگه من در آورده. کجا قرآن گفته روح افراد میان به کمک شما؟ غیر از اینه. بعدم میگن مگه نگفتن شهدا زندن پیش خدا؟ خب شهدا که زندن، معلوم انبیا و اولیا هم زندن. قرآن هم نمیگه شهدا پیش شما زندن، احیاون عند ربهم، پیش پروردگار زندن، نه عند قبرهم. تو قبرشون زنده نیستن، در حساب خدا. عند الله، عندم که خدا جایی نیست که بگیم اینجا نیستن اونجا. عند الله یعنی در حساب خدا، در نظام خدا اینا نابود نشدن، از بین نرفتن. پیش ما که زنده نیستن اینا. اگه بودن که خب کجا شهدا رو ببینن؟ حالا یه ده خواب میبینن و نمیدونم احضار ارواح میکنن به خیال خودشون، حالا پس بقیه هم زندن و حرفای ما رو میشنون. فما لکم کیف تحکمون، آخه چتونه؟ فما لکم یعنی چتون میشه؟ چه مشکلی دارید؟ آخه این چه حکمیه که شما دارید میدید که این ذریعی که میبندیم، این نخی که میبندیم، این تنابی که میبندیم، این عشقی که میریزیم، این نمیدونم پلوی نظری که میدیم، نمیدونم به اونا میرسه، پاسخ میده، مشکل ما رو حل میکنه. پیام امام حسین رو رد کردیم، به پلوی امام حسین چسبیدیم. زنجیرهایی که بر دست و پامون بسته شده باز نمی کنیم، زنجیر میزنیم به خودمون. هی قرآن گفته سینه تون رو باز کنید، نمیگن علم نشرح لک صدرک. ما به سینه خودمون میزنیم. اصلا همه چی بارونه یه شکل دیگه به خودش گرفته، علم و کتل و آداب و تشریفات و اشک و آه و گریه و فقان و عزاداری. و 1400 سال داریم عزاداری میکنیم. حالا اگه یه دورانی بوده که نمیشده پیام امام حسین رو بگن، میکشتن، سر میبریدن، استبداد اوریان بوده، خب میشه توجیه کرد که چاره نبوده که فقط عزاداری بکنن، فقط ذکر مصیبت بکنن برای که زنده نگه دارن. بابا حالا که همه قدرت دست خودتونه دیگه، دوره ضعف نیستش که. آخه اون موقع اگه بخواستن سخن از پیام امام حسین بگن، پدرشون در می آوردن. به قول مولوی میگه روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. بابا اونا سلطان دین بودن، چرا لباس تو پاره میکنی؟ چرا انگشت اسرت به دهان میگیری؟ چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. میگه عاشورا موقع شادیه، جشن پیروزی اونهاست. میگه شما همش چسبیدین به همین
ظواهر، خبری ندارین دیگه. میگه به همین فقط خاک چسبیدین، در واقع به تربت چسبیدین، پیامو گرفتین. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، بیشتر اینها جز زن از چیزی پیروی نمی کنه. زن نه زنا، همسر، زن و گمانه. یعنی این اعتقاداتی که اینا دارن هیچ پایه‌ای نداره، پایه منطقی نداره، پایه عقلی نداره، پایه خرد نداره، پایه کتاب قرآن نداره، پایه سنت پیامبر نداره، پایه سیره اهل بیت پیامبر نداره. چیه؟ گمان. فکر میکنن اونجا که برن دست به مالن به مثلا زری، مشکلشون حل میشه، بیمارشون شفا پیدا. اگه خودشونو ببندن با تناب یه هفته اونجا بمونن، حتما حاجتشونو میگیرن. این امامزاده ها پس برای چی مردم دارن میرن در این قرن؟ 30 و خورده هزار تا درست شده، برای چیه؟ همچین باورایی هست؟ این باورا پایش کجاست؟ ظن و گمان. و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن و گمان که کافی نیست برای رسیدن به حق. خب ما خیلی چیزا گمان میکنیم. من گمان میکنم که بارون بیاد، گمانو که نمیشه جلوشو گرفت، ولی کافیه من گمان میکنم که بارون میاد امشب، حتما بارون بیاد، یه کافی نیست، دلیل میخواد. شما فکر میکنید که مشکلات ما حل میشه، به چه دلیل؟ کدوم سند؟ ان الله علیم بما یفعلون، خدا خوب میدونه که اینا چی کار دارن میکنن. خب تا اینجا یک سلسله سوال و جوابه، ایرادایی که داره میگیره ازشون که چطور دنبال خیالات، موهومات، خرافات گفتند. این از قدیم گفتن، آقایون گفتن، تو کتابا هست نوشته. حالا دنبالش قرآن رو مطرح میکنه. ما کان و ما کان هاد القرآن و ان یفترا من دون الله، این قرآن از جانب غیر خدا بافته نشده. یفترا یعنی من در آوردی. اینو پیغمبر در نیاورده که بگیم قرآن محمدیه، او ساخته. جای تأسف نیست که تو این دوره بسیاری از مسلمانای متفکرین حرفو میزنن؟ میگه همه اون حرفایی که میگین ساختگیه، ذهن آدما اونا رو ساخته. این قرآن که ساختگی نیست، این قرآن که موهوم نیست، کسی دیگه اینو نکرده. ما کان، کانم تکوین شکل گرفتنشه در واقع. و اینا میگفت ما هازل قرآن، کان همیشگی و به اصطلاح وجودشو داره میگه. این قرآن ساخته شده غیر خدا نیست. ولکن تصدیق الذی بین یدی، این تصدیق همون چیزیست که جلوتونه. چیا بوده جلو مسلمونا؟ تورات و انجیل دیگه. میگه این حرفا تازگی نداره، این حقایق و انسان ها تجربه کردن، پیامبر شما که اولین نبوده، قبل از اونم آمدن. این داره اون حقایق رو تصدیق میکنه. 16 بار در قرآن این جمله اومده که این قرآن تصدیق کننده، نه که بگه در بس این کتابی که به نام تورات و انجیله. تورات و انجیل که 4 کتابه، قبلا 300 خورده ای کتاب بود، ولی گفتم بقیه‌اش چی؟ این 4 تا رو، گزارش‌های 4 تا، یوحنا و متا و مرقس و لوقا، اون 4 تا حواریون نوشتن. تورات که در طول صده ها نوشته شده، کتاب نمیدونم ایوب توشه، پیامبران بعدی، یک چیز شرح تاریخی انبیاء بنی اسرائیل، ربطی به موسی نداره، ولی حقایق توش فراوانه. مثل روایات و احادیث ماست دیگه، انسان ها گفتن ولی توش حقایقی هست. قرآن حقایقی که تو اون کتاب ها هست، نه هرچی که انسان هم تعریف کردن، تصدیق میکنه. و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، قرآن تفصیل دهنده اون هاست. تفصیل یعنی با جزئیات بیشتر، با شرح بیشتر، چون 600 سال بعد از انجیل آمده، زمان عوض شده، انسان ها تغییر کردن، یه ورژن جدید دیگه متناسب با
6 قرن بعد نسبت به انجیل خیلی بیشتر از اون 2000 سال شاید نسبت به حضرت موسی. لا ریب فیه من رب العالمین، کوچکترین شک و ریبی درش نیست که از جانب رب العالمینه نه از جانب انسان ها. حالا از جمله ایرادای دیگه، ام یقولون افتراهو، میگه نه بابا اینو خودش درآورده، پیامبر از خودش درآورده، من درآوردی خودش ساخته. قل فأتوا بسورة مثله، بگو خیلی خوب شما هم 10 تا سوره مثل اون بیارید. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، اگه راست میگید شما هم سوره مثل او بیارید و همه اون کسانی رو که فکر میکنید هر دانشمندی، هر شاعری، هر نویسنده‌ای، نمیدونم هر فیلسوفی، همه رو جمع بکنید بجز خدا، یعنی بجز استفاده. شو من دیدم بعضی های چیزایی نوشتن به نام قرآن ولی همش از اینا گرفتن، یه ذره کلمات رو این ور اون ور کردن. همین چند ماه پیش کسی برای من فرستاده بود، فکر میکرد که خب ارتباطایی با خدا داره ولی همه اینا رو با یه تغییراتی پس و پیش کرده بود و آدم خندش میگیره وقتی میخوند. بکنید این کار، اینو بهش میگن تحدی. یکی دو بار دیگه هم این بحث رو مطرح کردیم، این سوالم شد که خب خیلی هم یه چیزایی نوشتن یا ممکنه بنویسن، خب اگه نوشتن و گرفته کارشون کجا نیست؟ بالاخره انقدر مخالف بوده، انقدر مدعی بوده، اگه این کار کردن و بوده باید جا افتاده باشه دیگه، چطور جا نافتاده؟ مردم دنبال این کتاب اومدن. بعدم خب بعضی ها میگن منظور از جهت به اصطلاح سجع و قافیه و ادبی بودن و این حرف هاست. من گمان نمی کنم، گرچه اونم یه امتیازی برای قرآن هست، ولی یه دفعه دیگه هم بحث بود درس کردم، ما که درست عربی رو نمیشناسیم، یعنی زبان مادریمون نیست، برامون وقتی حافظ رو میخونیم خیلی به اصطلاح احساس میکنیم ادبی تره، طبیعی هم از دیگه. یا فرض کنید سعدی رو میخونیم، قاعدتا نباید مسئله ظاهر باشه، گرچه ظاهر قرآن هم بسیار زیباست از نظر ادبی. بارها عرض کردم که ساختار قرآنه که از گذشته و حال و آینده همزمان داره با هم صحبت میکنه. گذشته تاریخ که ما خبر نداشتیم، آیندهی که هنوز نیومده، حال معاصرین پیامبر و همزمان از طبیعت، آیات خدا تو طبیعت و شریعت. یعنی کسی میتونه این سخنانو بزنه که اشراف داشته باشه، بیرون از زمان و مکان باشه. فقط خداست که بیرون از زمان و مکانه، خالق زمانه، بنابراین زمان بر اون مطرح نیست. ما هر صحبتی بکنیم محدود به زمانه خودمونه، افکار و اندیشه های خودمونه، نه خبری از گذشته دور داریم دقیق، نه آینده که آمده فیزیک دسترسی بهش نداره، بنابراین ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتونه. اینی که میگه مثل این کتاب نمیتونید بیارید با این به اصطلاح ویژگی که فقط دانایی که بر همه ابعاد تسلط داره میتونه بیاره. بل کذبوا بمن بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبة الظالمین. بلکه تکذیب کردن چیزی رو که لم یحیطوا بعلمه، احاطه علمی ندارن، نمیدونن، چیزی رو تکذیب میکنن که یحیطوا بعلمه یعنی علم لازم اون کار رو ندارن. من همین یه شنبه گذشته بود توی سان دیگو یه کنفرانسی بود اونجا، خب صحبت های مقدماتی بود و یه پنل دیسکاشن هم بود، 5-6 نفر 4-5 نفر دیگه هم به جز بنده بودن. خب یکی دوتشون خب کاملا مخالف بودن دیگه، یکیشون به شدت علیه قرآن که مسخره میکرد که قرآن میگه کوها میخن، مردم هم میگفت که این قرآن کوها رو میگه میخ، آخه قرآن کوه میخه، نوشته بارها که کوها رو اوتاد قرار دادیم. و یک سلسله از این حرفا که نشونده یک بار حتی یک سوره قرآن هم نخونده، همش یقولونه شنیده از این برون بر. گفتم بابا این که از معجزات قرآنه، مگه از نظر
زمین شناسی، شما از هر کی برین بپرسین میگن این قاره پوسته جامد زمین رو کوه‌ها نگه داشتن رو اون قشر مذاب. یه بنزه پوسته سیب نازک فقط ما قشر جامد داریم. تمام کتاب‌های علمی که اصلا خبری هم این چیز قرآن ندارن. من دیدم حتی یه چیزی که قشنگ این که اوورلپ کردن، این خشکی‌ها که در میلیون سوره همه یه میخم در واقع گذاشته که اینا اینطوری این کوه‌ها که میان بالا عیناً چیز داشتم خودش میخ گذاشته اصلا. یه چون نمیدونن انکار میکنن. اون موقع هم همینطور میگه چیزی رو دارن تکذیب میکنن که لم یوهی تو به علمهی. من اونجا هم توضیح دادم که آخرش آدم یه چیزی رو میخواد تکذیب کنه حداقل باید بفهمه که چیه، تنها نه اینکه در نظر علمی لااقل بفهمه که معنای این کلمات چیه. چه سلسله چیزهای دیگه هم خنده‌دار میگفت البته، ولی با چه حرارت و شدتی که فکر میکرد حالا به بشریت داره خدمت میکنه، انسانها رو نجات میده از مثلا این کتاب که اصلا نخونده نمیدونه اصلا سبک قرآن، قبلشو بخونیم بعدشو بخونیم این کلمه چیه. اینجا که گفته قاتلو کیره داره میگه، هر جه که کلمه قتل بیاد که نمیشه به حساب این گذاشت که این کتاب آدم کشیه. ولما یعتهم تعویلهو، واقعیتش براشون هنوز نیومده. تعویل کتاب، یادتونه سوره یوسف رو که میخوندیم یادتونه که میگه روز اولی خوابی دید که ماه و خورشید و 11 ستاره بر او سجده میکردن. وقتی داستان تمام میشه آخرش که به صدارت مصر میرسه، وقتی که ادای احترام میکنن برادران و پدر مادر، میگه یا ابت هازا تعویل و رؤیای من قبل، پدر جان این تعویل رؤیای من بود. تعویل یعنی به واقعیت پیوستن. میگه این اشاراتی که قرآن کرده اینا علمم ندارن، هنوزم تعویلش نیومده که با چشم ببینن، قیامت که نیومده. میگه گرفتار دستاورد عملتون عذاب میشین که نشده، چون نشده اینا تا نبینن لمس نکنن باور نمیکنن دیگه. کذالک کذب الذین من قبلهم، قبلی ها مثل اینا تکذیب کردن. فنظر کیف عاقبت الظالمین، ببین سرانجام به عاقبت ستمگران چگونه بود. نمیگه عاقبت منکرین، نمیگه مشرکین، نمیگه کافران، ظالمین، چون همه اونا به ظلم میکشه. وقتی که ظلم، میگه ملک، کشور، مملکت با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه. این سخن پیامبره، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. و من هم من یؤمن بهی، بعضی از اینا خب ایمان میارن و من هم من لا یؤمن بهی، بعضی هم ایمان نمیارن. این آیات مکیه، در واقع به پیامبر داره میگه واقعیت هم اینطور شد دیگه. مردم قریش یه عده ایمان آوردن، یه عده هم ایمان نیاوردن، وایسادن در برابر مؤمنین. جنگ ها پیش اومد، آخر شبه جزیره به حال همه مسلمون شدن، حالا به هر شکلی. و ربک اعلم بالمفسدین، خدا خودش بهتر میدونه، آگاه تره به مفسدین. یعنی قرار نیست کسی پرونده سازی بکنه، کسی اطلاعات رو جمع بکنه، کسی پاپوش درست بکنه. اعلمو یعنی بهتر میدونه. ما یه وقت میگیم که خدا یعلمو میدونه، یه وقت میگیم اعلمو. اعلم یعنی کی؟ یعنی شما بهتر میدونه. یعنی خدا نمیخواد شما خیلی فکر کنی که آره مسئولیت ماست دیگه، مردم باید به زورم شده به بهش ببریم. نه، خدا خودش بهتر میدونه. و این کذبوک، اگرم تکذیب کردن تو رو ای پیامبر، فقل لی عملی ولکم عملکم، بهشون بگو عمل من به خودم مربوطه، مال خودمه، نتیجهش به خودم میرسه. و لکم عملکم، عمل شما مربوط به خودتونه. انتم بری اونم ما عملو، شما از اون چی که من عمل میکنم بر کناری. بری تبرعه یعنی چی؟ براءت یعنی چی؟ یعنی دامن شما رو نمیگیره این کاری که من میکنم، بده، خلاف، گمراهیه، دروغه، خب ضرری به شما نداره، شما تبرئین از این کار. و انا بری اون مما تعملون، منم از اون کاری که شما میکنید، شرک و بت پرستی، منم تبرئم بر کنار. خیلی ها به معنی بیزاری میگیرن که درست نیست، من بیزارم از کار شما، شما بیزارین. بیزاری یعنی تنفره، این که مشکلی را حل میکنه. و من هم من یستمعون الیک، بعضی از اونا به تو گوش میکنه، میان تو جلساتت گوش میکنه.
اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، آیا تو میتونی به یک کر مطلبی رو حالی کنی گرچه نخواد تعقل بکنه؟ منظوری نیست که اینا کرن، میخواد بگه این گوشش میشنوه، دلش کره، این آمده اونجا ولی نیامده که بفهمه، نیامده که درک بکنه، آمده خبردار بشه ببینه چیکار باید کرد، چجوری میشه مسخره کرد، کسب خبر دیگه، میامدن تو اون مجالس. آیا هر کسی، یعنی ایمان مثل فیزیک و شیمی و ریاضیاته؟ ما بنده حالا هر چقدر بی استعداد و بیهوش باشم، بالاخره وقتی چند بار توی کلاس بیام بالاخره یاد میگیرم، یه کسی ممکنه با یه بار گفتن یاد بگیره، ولی آدم استعداد نداشته باشه 10 بار بکن یاد میگیره دیگه. ایمان اینجوریه که هی درس معارف اسلامی بخوام بدن تو همه دانشگاه ها، ایمان مردم میره بالا. یه چیزی تصویب شد پارسال من تا همه مدارس یه آخوند باشه در سراسر مملکت، ایمان مردم میره بالا، یا وسیله زنگ تفریحشون میشه بچه‌ها، دست میندازه، نماز جماعت اجباری تو همه مدارس سراسر ایران، ایمان اینطوری شکل میگیره. میگه خیلی از اونا میان، تو میتونی چیزی حالیشون بکنی؟ وقتی که نمیخوان تعقل بکنن، تعقل یعنی به کار بردن یه دانش، نمیخواد آقا، زوری که نیست، نمیشه، تا دلش نخواد آدم که ایمان پیدا نمیشه. ایمان فقط آموزشی که نیست. من هم من ینظر الیک، بعضی هم به تو همینجوری خیره میشن، نگاه میکنن، میان حضور تو مجالست پیدا میکنن، نگاه عاقلا در صفی هم میکنن. اف انت تهد الامی ولو کانوا لا یبصرون، تو میتونی به کسی که کوره ببریش به مقصد، هدایت بکنی، رهبریش بکنی گرچه لا یبصرون، نمیخواد بصیرت پیدا بکنه. این به پیغمبره، یعنی ای آقای میگن به زورم شده ما میخوایم مردم به بهش ببریم، به پیغمبر میگه تو نمیتونی به بهش ببری. خوب دقت کنید، این پاسخ این خزعبلاتشون، این ادعاهای گزاف نیست که ما به زور مردم به بهش میبریم، مردم نخوان. این صریحا میگه پیغمبرش هم نمیتونه اگه خودشون نخوان ببینه. ان الله لا یظلم الناس شیئا، این خدا نیست که ظلم بکنه به مردم، شیئا یعنی هیچی، یعنی سر سوزنی هم خدا کسی رو عذاب نمیکنه، خدا کسی رو به جهنم نمیبره. این اگر کسی رفوزه میشه تجدید میشه که معلم نکردتش، مدرسه نکرده، گرچه اونا بالاخره نمرهشو اعلام میکنن و اونا نمیپذیرن، ولی تقصیر کیه جز اینه که اعمال خود اون کسی که رد شده است؟ خدا سر سوزنی به کسی ظلم نمی کنه. ولکن الناس انفسهم یظلمون، این مردمن که خودشون به خودشون دارن ظلم میکنن. حالا هی میگن که قرآن خشن، قرآن همش میخواد بگه بزنین بکشین جهنمیان، و هر کسی داره با عمل خودش به اون سرنوشت میرسه. و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. روزی که انسان ها رو محشور میکنیم در رستاخیز، که ان لم يلبثوا الا ساعه من النهار، انگار جز یه ساعتی از روز درنگ نکردن. ممکنه که هزار سال، میلیون ها سالم از زمان مرگ ما تا رستاخیز، ما که چه میدونیم که یه قیامت. میگه وقتی که شما از خواب مرگ بیدار میشین فکر میکنی ساعتی از روز بوده. آره صبح بیدار شدیم یه ساعت، الان یه ساعت گذشته بود، دو ساعت گذشته بود. که ان لم یلبثوا الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم، این یتعارفون بینهم یعنی شناخت بین خودشون. حالا بعضیا که خود بندم قبلا اینو توضیح دادم، همین برداشت رو داشتم که یعنی وقتی که از گور میان بیرون شروع میکنم به شناختن هم دیگه، بگردیم ببینیم آشنا، ولی خب هزاران نسل آمده، چطور آدم میتونه خویشاوندان رو تو میلیاردها انسان پیدا کنه؟ ولی برداشتی دیدم به نظر من منطقی تره، این یتعارفون بینهما به خود دنیا نسبت میده. تو دنیا مثل این که یه ساعت از روز بودیم یه آشنایی پیدا کردیم، ما حالا فکر میکنیم که
چقدر میشناسیم و چقدر طول کشیده، ولی بعد از که آدم بیدار میشه درست مثل خاطرات، الان خاطرات دوران مدرسه رو تصور بکنین، 6 سال دبستان بودین یا دانشگاه، مثل برق گذشته یه لحظه، مثل اینکه یه دوستایی پیدا کردیم و همه اون دوستی ها و رفاقت ها و شناسایی ها یه لحظه است، گرچه سالیان دراز بودیم. میگم وقتی به عمر گذشتتون در راست تاخیر نگاه میکنید، یه ساعتی مثل اینکه آمدیم زندگی کردیم و یه آشنایی پیدا کردیم، همسایه و دوست و آشنا و سلام علیکی داشتیم و تمام شد رفت. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله و ما كانوا مهتدين. تو اون دوران اونایی که لقاء خدا رو تکذیب کردند، لقاء رو عرض کردم جلسه اول، ملاقات مکانی، که لقاء یعنی ارتباط با خدا، یعنی با خدا دوست شدن، با خدا زندگی کردن، لقاء تلاقی یعنی ارتباط با خدا. مشرکین قبول نداشتن که ما میتونیم با خدا ارتباط داشته باشیم، میگفتن ما از طریق شفیع، واسطه ها، با توسل به خدا میتونیم ارتباط پیدا کنیم. میگه اونایی که قبول نداشتن با خدا در واقع تنگاتنگ تنفس کردن تو فضای خدا و با او ارتباط داشتند، اینا ما کانو مهتدین، اینا نرسیدن به جایی هدایت، عرض کردم ایصال به مقصد، دیگه به جایی نرسیدن، دستشون به جایی بند نشد. خب حالا واقعا خدا گارانتی کرده پیامبر که حتما موفق میشه، پیروز میشه؟ آیه بعدی که مشابه چند بار دیگه هم تو قرآن اومده، نشون میده که هرگز کارت سبز خداوند به پیامبرم نداده که تو در زمان حیاتت شاهد پیروزی رو در آغوش میکشی و خواهی دید که همه مسلمون میشن و مشکلی نخواهد بود. و اما نورینک بعض الذی نعدهم، حالا ممکنه ما بعضی از اون چیزایی که وعده دادیم به این مخالفین، وعده دادیم یعنی بیم دادیم که این کارا رو نکنید، دامنتون رو میگیره، گرفتار عذاب اعمالتون میشین، ممکنه که ما بعضی از اینا رو به تو نشون بدیم در زمان حیاتت، مادام که زنده ای، ببینی که به کجا رسیدن اینا. او نتوفین نکه، ممکنه نه تو رو بمیرانیم، تو توی یکی از جنگ ها کشته بشی یا به مرگ طبیعی دنیا بری، قرار نیست که حتما تو زمان حیاتت همه چی رو بدونی. فعلینا مرجعهم، اینا میتونن از این ملک ما فرار کنن، بازگشته همه به سوی ماست، کجا میخوان برن؟ یعنی تو خیالت راحت باشه، تو باید تکلیف تو انجام بدی، تو باید وظیفت انجام بدی. ثم الله شهیدون علی ما یفعلون، این خداست که بر آنچه که عمل میکنن شهیده، شهید یعنی ناظر و حاضر و آگاهه. ثم یعنی بعد از مرگ تو هم از دنیا بری، فکر نکن تو شاهدی که من باید حتما موفق باشم. حالا ما اینو میخونیم، درست خطاب پیامبره، بارهام شبیه این تو قرآن هست. ما معمولا دوست داریم که اون کاری که میکنیم نتیجهشو ببینیم. هی مردم میگن این همه مرداخ جنبش سبز و اینا که هستن هنوز، کی میرن اینا؟ چیکار کنیم برن؟ انتظار داریم تو عمر ما چند تا انقلاب پشت سر هم بشه، بازم چیز دیگه شد، اگه ناراضی بودیم باز بگیم خدا کی میشه عوض کرد. آقا تکلیف تو انجام بده، تو چیکار داری که چی خواهد شد؟ تحولات اجتماعی تابع فاکتورهای متعددیه، همه مردم یعنی لااقل تعداد قابل ملاحظه، یعنی نمودار نیروهای در جهت مثبت باید به اونجا برسون، تحولات پیش بیاد، آدم ها باید تکلیفشون انجام بدن. بارها به پیامبرم میگه که تو ممکن از دنیا بری، انما علیکل بلاغ، وظیفه تو فقط اینه که بگی اینا رو، حساب با ماست، علیکل بلاغ و علینا الحساب، حساب با ماست. شما در گذشته به شریعتی، دکتر شریعتی که معلم انقلاب نام گرفت، چیزی دید در زمان حیاتش؟ در بدترین حالت که از زندان هم آمده بود بیرون، 2 سال سلول انفرادی، دیپرس و تمام شاگرداش رو کشته شده بودن، حسینی ارشاد بسته شده بودن، مجبور شد فرار کنه از ایران، رفت اونجا هم سکته کرد، چون همون شبی که شنید تو فرودگاه همسر و فرزندش که میخوان بیان جلوشونو گرفتن، دید گروگان اونان، تا صبح همش نگران بود، صبح سکته کرد دیگه. دکتر مصدق که همین اواخر سالگردش بود،
مگه غیر از اینه که انگلستان رو عقب روند و صنایع نفت ما رو ملی کرد و بعدم کودتای 28 مرداد شد و امریکا و دربار امین رو انداختن، تا آخر عمرش تو زندان بود. 3 سال که زندان بود، بقیهش هم تبعید کجا؟ توی احمد آباد، توی قلعه احمد آباد. خاطرات این روز آخرش رو بخونی، در روز میگه میشه من نوشته بود که 2 کلمه با کسی نیست که حرف بزنم، درست مثل سلول. همسرش که فوت کرده و کسی اونجا نمیره. اینا چیزی دیدن در زمان حیاتشون؟ هیچی علائمی معلوم نبود. یا جنبش سبزم که الان پیش آمده، اون رهبر جنبش سبز الان چند سال، سال پنجمه که تو زندانه. خدا گارانتی نکرده که شما حتما میایین بیرون و حتما موفق میشین. سید جمال الدین اسدآبادی، تمام جنبش های بیدارگرانه اسلامی از اونجاست. از دنیا وقتی رفت تمام راهام بسته شده بود. موقع اون نشریه قربت الوثقی از پاریس منتشر میکرد، اونم جلوش رو گرفتن. اون همه کشورها اسلامی رو، او بیدارگر اقلیم اسلام بود دیگه، همه جا رفته بود، از روسیه، از آلمان، از فرانسه، از نمیدونم ایتالیا، از انگلستان، ایران، افغانستان، ترکیه، مصر، همه جای تو اون دورانی همچین آدم جهان دیده و پرتجربه‌ای. میرزا کوچک خان تو جنگلای شمال وقتی که کشتن سربازای رضا شاه، یخ زد تو جیبش، فقط یه قرونی بود، یخ زدن اونجا با یارانش. اینا قهرمانای ما بوده. میگه خدا وظیفتون انجام بدین، نتیجه دست شما نیست، به پیغمبر داره میگه، ما آمدیم تکلیفمون انجام بدیم، درست میشه یا بدتر میشه به ما چه مربوطه، مگه ما تضمینش با ماست. ولکل امت رسولون، برای هر امتی رسولی است. فاذا جاء رسولهم، وقتی رسولشون میاد، قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. خب رسول میاد، اختلاف پیش میاد، یه دی ایمان میارن یه دی نمیارن، خداوند مطابق قسط و عدل بینشون داوری میکنه و هیچ کسی مورد ظلم قرار نمیگیره. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ایراد دیگه ای که میگیرن اینه که خب حالا اگه راست میگین کیه این عذاب؟ قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. پیامبر بگو من چه اختیاری برای خودم دارم؟ لا املك، من مالک نیستم، لنفسی، برای خودم، ضرا ولا نفعا، من ضرر نفع خودم هم مالک نیستم. جالب، اون وقت ما همه ضرر نفع خودمون رو از پیامبر و اهل بیت او میخوایم. الا ما شاء الله، مگر خدا بخواد. یعنی هر چی هست مشیت خداست، نه اینکه من مالک نیستم مگر خدا، همون به اذن الله که میگن بعضیا، من مالک هیچی نیستم ولی مگر خدا، خدا ما همه چی رو داده به من. نه، این استثناء منقطع میگن، یعنی من که مالک چیزی نیستم، هر چی هست مشیت خداست، خواست خداست. لکل امتن اجلون، هر امتی، هر جامعه یک سرانجامی داره، یک سرآمدی داره، یه عمری داره. اذا جاء اجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی اجل اون ملت برسه، نه هیچ لحظه‌ای عقب میفته، پس میفته و نه پیش میفته. حالا ببینی هیچ جامعه‌ای که نمونده، ما دوران سلوکیان داریم، نمیدونم هخامنشی داریم، اشکانیان داریم، ساسانیان داریم، اینا همه اینا امتهایی بودن و به یه عمری رسیدن رفتن. هیچ جای دنیا هیچ رژیمی نمونده، حالا یا به صورت این کهولت طبیعی یا به صورت ظلم و ستمی که میاد. یعنی مثل انسان که یه عمری داره، جوامع هم یه عمری دارن دیگه، پیر میشن، تمدن ها پیر میشن، فرسوده میشن. الان تمدن یونان داریم، ایران داریم، مصر داریم، همه اینا عقب افتادن. یه موقع اینا تو دنیا حرف اول رو میزدن، ولی دوران پیریه دیگه. البته نه اینکه نشه، میتونن ملت ها دو مرتبه زایشی بکنن و دو مرتبه رشد بکنن. میگه وقتی برسه، یعنی قوانین به اون حد برسه، پس و پیش نمیفته. منظورشون اگه راست میگی بیار، اونا عذاب دنیاییه که این اعمال میکنین، گرفتار عذابای امتهای پیشی میشین. قل ارایتم من اتاکم عذابه بیاتن و نهارن. پیامبر بهشون بگو اصلا هیچ فکر کردید، هیچ اندیشیده اید که اگر عذاب خدا در یک نیمه شبی یا در روز هنگامی بیاد،
مازا یستعجل من هول مجرمون، آخه چی رو دارید عجله میکنید؟ اگه راست میگی بیار، اگه راست میگی عذاب بیار، قبول نداریم، راست میگی فردا عذاب بیار. میدونید چی رو دارین طلب میکنید با عجله؟ از ثم اذا ما وقع آمنتم، میخواید موقعی که اومد اون وقت ایمان بیارید؟ یعنی تا نبینید، تا لمس نکنید، این شمشیر بالا سرتون نباشه نمیخواید باورش بکنید حتما عذاب باید بیاد؟ از ثم اذا وقع آمنتم به الانه، حالا دیگه این ایمان اجباری دیگه چه فایده داره؟ فرعون وقتی داشت غرق میشد گفت ایمان آوردم، میگه الانه حالا میخوای ایمان بیاری که یه عمری پدر مردم رو در آوردی؟ اون دیگه ایمان واقعی نیست، انتخاب نیست. الانه وقت کنتم بهی تستعجلون، شما که یه عمری همش میگفتی ای راست میگی بیار، زودتر بیار. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، سپس به کسانی که ظلم کردن گفته میشه این عذاب جاوید رو بچشید، آیا جز اون چی که خودتون کسب کردید نتیجه میگیرید؟ خودتون کسب کردین این رو. و یستم به اونه که احق هو، از تو حالا خبر میگیرن، یستم به اونه که باب استفعال نبعه، احق هو، راستشو میگی؟ شوخی نمی کنی که؟ راستشو میگی واقعا عذاب اعمالمون میاد؟ احق هو، قل ای و ربی، بگو به خدای و پروردگارم سوگند که انه لحق و ما انتم به معجزین، به پروردگارم سوگند که این حقه و شما نمیتونید خدا رو به عجز در بیارید، ناتوان بکنی که این اتفاق بیفته، اعمالتون دامنتون رو بگیره. صدق الله العلی العظیم.